Record. اما تسكرين وهمشيكني ليها tamam şeyler gidiyorum hem hiç şeyler düştüğüm zaman peki evet hem bugün mi kamçı begem yadetine ki category of element tarif kerdim bu zor derdisay ki ne vali قصه و طولانی و اینا که بعد بخاطر اینکه ربط داشت به discrete vibration و بعد اساسا یه چیز بودن اینا و اینا رو حرف زدیم حالا category of discrete vibration و نه category of elements بلکه forgetfully که از category of elements میده به category زمینه از این حرفا زدیم و حالا میخوام برگردم سر یه چیز مهمی که اصلا موتیو این که همه اینا رو گفتم اینه که اینو بگم البته که مجبور نبودم اونا رو بگم ولی خب همینجوری که داریم تو مسیر میریم چیزایی به درد بخورم برمیده و اون فری کوکامپلیشن حالا احتیاج داره که کم حرف شهودی اینا بزنیم برای اینجوری شروع کنم که ببین یکی از مهمترین تکنیکایی که ما داریم در ریاضی اینجوریه که شما یه نوشنی داری یه موجود یه هویت ریاضی مورد علاقه داری حالا گروه نمیدونم رینگ مدول فضا توپولوژی که منیفولد درچکه است و بعد اینو میشکافی به تیکه‌های ساده‌تر یا برعکس ساده ها رو داری با چسبوندن اینا به هم موجود بزرگتر رو درست میکنی این چسبوندن تیکای کوچیک به هم یا برعکس دیکامپوز کردن و بزرگ بسیار کوچیک لزوما دیکامپوزیشنش هم یونیک و نمیدونم اینا هم نیست فقط دیکامپوز میشه این مهمه و دم به دقیقه ما این برابر میبینیم مثلا شما مقایسه کنین که مثلا تا من مثال بزنم اگرچه که روشنه مثلا منیفولد رو شما ببین منیفولد اساسا موجودی است که از چسبوندن یه سری باز در آر ان مثلا برای ان فیکسی فرض کن ان منیفولد اینطوری که یه سری باز تو آر ان رو برداشتیم اینا رو به هم چسبوندیم و بعد میشه منیفولد که حالا میگیم لوکالی یعنی لوکالی یه باز در آر ان یا عرض به حضورتون که فرض کنین مثلا فکر کنین درباره تابه های مثلا تحلیل توی آر این مثلا حول بازی در صفر ها اینا هم جمع اینفینیت البته از چند جمله یه چند جمله در واقع مونومیال مثلا اینو نگاه کن ای به توان x رو شما که تحلیلیه می نویسی جمع x به توان n تقسیم بر n فاکتوریال ها درسته؟ این x به توان n factorial ها اون سیمپل آبجکت ها تن خب چند جمله هن در واقع مونومیال هن دیگه خیلی از این ساعت ها چیکار میخوای بکنی و اینا رو حالا اینفینیتلی منی جمع میزنم انگار دارم به هم میچسبونم تا اون تصویر بزرگتر درست کن یا چه میدونم مثلا اعداد صحیح اینا رو میشه تجزیه کرد به عوامل اولش انگار که عوامل اول داریم میچسبونیم به هم با ضرب و بعد همه اعداد این بازی رو بلدیم دیگه دم به دقیقه میکنیم و در ریاضی معمول داریم حالا من یه حرفی دارم من میگم که بیا فرض کنیم میخوام اینو ابسترکت در شکل جنرال دربارش حرف بزنیم باید چیکار کنیم اول اینکه باید بگم که چسبوندن تیکه ها به هم یعنی چی خب برای چسبوندن ما یه ماشین درست کردیم دیگه تا الان که استفاده میکنیم ازش این برابر نه کلیمیت نه یعنی من به شما یه دیاگرام میدم یه سری شیء و با یه سری مپ های بینش میدم یعنی تبدیل های بینش رو اینا رو میدم بعد میگم the best که
همه اینا بشینن توش، مثلا بشینن حالا با تغییر شکل و اینا، نه لزوم یعنی امبیدینگ، این کلی میته دیگه، این هم چسب است. اینا هم با هم روی این مپ ها میچسبونیم و بعد اون شیونگ کلی میت کپچر میکنه پروسه چسباندن را، گلوینگ. خب این مرسی. بنابراین من الان ماشین کلی رو دارم. حالا دسته که ماشین جنرال خوبیه نه؟ یک. دو اینکه این برای اینکه این حرف جنرال بزنم که شی را از اشیاء سیمپل بسازیم و اینا، اول باید بگم که یک کانتکست هم میخوام که بگم شی چیه، اشیاء سیمپل چیه. این هم داریم. این هم قبلا دیدیم که اگر سی رو شما بگیرید کتگوریه، یک کتگوری دلخواهی، نقاشی رو شروع کنم. C رو بگیرید یک کتگوری دلخواهی، مثلا این کتگوری C، بعد این رو بگیرید آنجا اینکه اشیاء ساده زندگی میکنن با مورفاشو نه، بعد ما گفتیم که این کتگوری ست به توان C اپوزیت کتگوری موجوداتی است که داره کوچیک میشه، محل بذارش کنم. خب کاتگوری ست توان سی اپوزیت رو ما تعبیر کردیم به اینکه اینجا موجوداتی زندگی میکنن که وقتی که اف ای رو میگم حساب کن که ای ابجکتیو سیه، در واقع منظورم اینه که همه جورایی که ای به اف نگاه میکنه، یادتونه دیگه این مثلا یارو اف است، عرض کنم که اینم مثلا دنیای موجودات سیه، موجودات داخل سیه، مثلا من عمدن اینا رو خطی و مثلثی اینا میکشم مثلا که یعنی ساده بعد از توی اینا من جوری زل میزنم به داخل این F از جهت های مختلف، زاویه های مختلف، مثلا اینجا اینجوری میبینم داخل F رو، اینجا این شکلی میبینم مثلا، و الا ماشالله. و این دیتا رو کنار هم میچسبونم که نگه میدارم همه رو در جا، میشه کل F، همه این F ای رو. بعد میگم که من اساسا این فضا رو میشناسم دیگه، چون فضا یه ایدئالی که دم دست شما نیست و شما از روی اشیاء سیمپلش که نگاه میکنی میفهم. خب مرسی. بنابراین من شی ایدئال رو دارم، اینا که این تو زندگی میکنن، شی سیمپل رو هم دارم که اینا هست، ماشین چسبوندن هم دارم. حالا باید بپرسم که مثلا اینجا تو این کیس میتونم اینو به عنوان چیز به شما بفروشم که دست کم مطمئن باشم هر شی ایدئالی، اینجا شی ایدئال رو بر اساس نگاه کردنهای بهش کپچر کردیم، ولی آیا میشه بر اساس این کپچر کرد که اینا همشون از چسبوندن اشیاء سیمپل که تو سی زندگی میکنن، که طبیعتا خودشون هم که به درد من نمیخوره، یا نداشو باید ببرم داخل اون که کپی های داخل سیشو بگیرم، از یونداها چسبوندن یونداها به هم اشیاء این تو ساخته بشه، یعنی هر افی در واقع، هر افی که من این تو بگیرم آبجکت باشه، این باید کلی میت یه دیاگرامی باشه، مثلا حالا دیاگرام مثلا دی آی که آی در یک کتگوری ایندکسی است و همه این دی آی هم یا ندای یه مثلا ای آی هم باشه. یعنی دارم میگم که من آیا میشه که بگم آقا این اف رو یه سری یونیدا اینجا میذارم، یالم اینم نمودارشون، اینا مثلا یه سری مپ اینجا، این بش این اف بشه کلیمیت اون نمودار، نه کل بشه حاصل چسباندن اون ساده. جوابش اینه که بله میشه، و اولین کاری که میخوام بکنیم اینه که ببینیم که این چرا این درست. خب برای اینکه من بگم همچنین دایره ثابت کنم، من باید این یارو کلیمیتر بدم دیگه، نه این کلیمیتر رو بگم چی چیه، دیاگرامه رو بدم و ادعا کنم که دیاگرامه اینه، این یارو کونم اینه، بعد میشه کلیمیتر. بهترین کاری که میتونم بکنم اینه، و میتونم هم این کارو بکنم. چی جوری؟ بیا فکر کن که من اف رو به شما دادم، خب شما میخواییم بالا یه سری یونیدا بسید. خب منطقیش اینه که این یونیداها رو
کدوم یونه دعا رو بذاریم بالا و این مپایی هم که میاد بهش چی بگیری؟ لم یونه دار یادتونه دیگه، درسته؟ لم یونه دار میگه که اف ای که گفتم تعبیر کنید بهش، که همه جورای مختلفی که به از ای به اف نگاه میکنیم، میگه اساساً آره این جورای مختلف امر اینفورماله، ولی فرمالی هم بعد از اینکه این حرفا رو زدی هم میشه از یونه دای ای واقعا به اف نگاه کرد توی کاتگوری بزرگتر. اینا همه نشال ترانسفورمیشن های از این به اونن. این دوتا یه حرفه، این لمه یونه دار، درسته؟ خب حالا حرف هم اینه که ببین اینجا، حالا اینو داشته باشین، اینو بعد میخوام استفاده کنم در چند ثانیه بعد، ولی حرفم اینه که خب اگه من قرار باشه از یه یونه دای به اف نگاه کنم، خب همه یونه دای ممکن رو نگاه میکنم، ولی از یه یونه دای به اف با چه مپی میشه نگاه کرد؟ هر مپی که از یونه دای ای به اف باشه اساسا متناسب با یه نقطه اف ایه، درسته؟ پس اینم مثلا بذارم اون که متناظر به نقطه مثلا ایکس، حالا اینا رو جزئیات چی میگه، درست؟ چی میگم؟ میگم آقا همه یونه دای رو بذار، همه x های تو f a r هم بگیر که این به این نگاه میکنه، همه رو بچینیم بالا. خب یونداهای b بلا این یارو که این بالا، یعنی یونداها، همه یونداهای که با x های مختلف نگاه میکنن به f و همه رو بذاریم، این اصلا همه المنت های چیزه f. اگه قرار باشه که یکی کلی میت باشه، باید این باشه دیگه، همه آنچه که زیرش رو بگیری باید اینا رو به هم میچسبونیم دیگه، چون اینفورمیشن این زیر نیست دیگه. از هر یونه دای به این اساسا متناظر با یه نقطه است. همه نقطه‌ها رو هم که گرفتم، همه دیتا این زیر هست. اگه قرار باشه که این کپچر شه با همه این دیتا، باید کلی میتونم اینا باشه دیگه، قرار چی باشه. و هست همینطور. حالا فقط یکم باید اینا رو فرمال کرد. اینکه اول بگم دیاگرام این بالا دقیقاً چیه. دیاگرامه، برای اینکه بگم دیاگرام چیه، شما باید یه کاتگوری ایندکس داشته باشید از آی، نه من میخوام دیاگرام بنویسم. این دی از این تشریفش رو باید ببره به عنوان فانکتور به ست توان سیاپس، نه ایندکس من چی باید باشه؟ خب اینایی که این بالا میخوای بذاری، چون لمیون دارم داریم و اینا، هر یون دای ای در واقع با ای یکیه، خب انگار ای رو باید بذاریم و به ازای هر ایکس هم یه دونه از این ای باید بذارم که یه دونه این مپا بکشم. بنابراین همه ای ایکس ها رو میخوام. این به من راهنمایی میکنه که اون کاتگوری ایندکسی که اینا ایندکسن دیگه، نه میگه ای و ایکس رو بگیر اونجا جاش یونه دای ای بذار که این توه، و بعد حالا اون مپا که کار ندارم. منظور این که این کاتگوری ایندکس واضحه باید کاتگوری ای و ایکس ها باشه، یعنی کاتگوری المنت اف باید باشه دیگه، نه؟ بعد چیکار میکنی؟ بعد از کاتگوری المنت هر کسی که گرفتی ایشو به دست میاری، یعنی فورگت میکنی یارو رو، و بعدم یونه داشو میگیری، درسته؟ این به تو دیاگرام، یعنی دیاگرامی که این بالاست با اینا ایندکس شده، و هر جایی که اینه یونه دای ای نوشته میشه، مثلا اینا یه بی و واییه، اینجا نقطه بی و واییه، من یونه دای بی می نویسم. مپایی هم که بین اینان هم از کجا میان؟ مپایی هم که از فورگت کردن بعدش یونه دا میان. بنابراین اگه مپ اینجا بود در واقع یه افی بوده، این هم یونه دای اون افه. افه فقط از ای به بی نیست، از ای به بی است که این ایکس رو هم در واقع وای رو میبره به ایکس، چون برعکس میشه افه افه وای میشه، یه مپ توی المنت. خب این دیاگرام طبیعیه دیگه، یکم قیافش عجب غریب و ترسناک و ایناست، ولی اساسا دارم چی نمیگم، نه؟ خب حالا کونم باید چی بذاریم؟ کونم احتیاج داریم که اینجا اون متناظر اینا رو بگیم، که متناظر یه نقطه دقیقا باید چی باشه و اینا، که لنگی میشیم که این observation مربوط به یوندا، لمه یوندا که میگه این دوتا یکیه، در واقع اون تناظرش هم بگیم چیه، که این x رو من اینجا گرفتم اونجا چی بذارم، چون میخوام حساب کتاب کنم باید بدونم اینا چیه. یادتون باشه دوتا مپ هست، یکی از fa تشریفشو میبره به این، که من قبلا فکر کنم اینو با حت نشون دادم. بنابراین اینجا یه x میگیریم تو fa، بعد قرار x حت
یک natural transformation باشه از unit‌های A به F. و بعد این رو طبیعی میشه یه جور تعریف کرد و بعدم دید که natural و فلانه. خب چیه اون؟ اینطوریه که ببین اگه قبلش x حتی بخوای تعریف کنی و بگی x حتی b چیه؟ بخاطر اینکه natural transformation رو هر b باید بگی چیه؟ که میشه از unit‌های A B که در واقع هست home B و A به F B. این رو باید چی تعریف کنه انسان؟ شما اینجا یه مپ F میگیری یا G میگیری مثلا که از B به A، خب طبیعتا ازش F میگیری میشه F G، جهتش برعکسه میشه از F A به F B، یه دونم که X داری اثر میدی روی X یه چیز تو F B میگیری. برای این تعریف X هست. یه جهت برعکسی هم داشت که یادتون باشه من با بار نشون دادم. جهت برعکس اینجوریه که اگر هومه یونیدای A و F رو داشته باشی میخوای بری به F A، درسته؟ بعد من یه نقطه پیدا کنم از این نشاط ترانسفورمیشن. خب من این نشاط ترانسفورمیشن داشته باشم قرار اینو بفرستم به یه نقطه که باره. خب بار باید چی بگیرم؟ ببین شما این نشاط ترانسفورمیشن که اینجا داری بهترین کاری که میتونی بکنی که رو A اپلای کنیش که میشه از یونیدای A و A که از هوم A و A که اونجا یه نقطه معقولی هست آیدنتیتی، این اثر میدادم رو آیدنتیتی اگه یادتون باشه، این میفته تو F A. این رو تعریف کنید این. و بعد یادتونم باشه که بحث کردیم از نشالتی آلفا اینا به دست میاد که این دوتا برعکس هم. دوتا برعکس همه یعنی چی؟ یعنی اگه من یه نقطه ای بگیرم X حد بگیرم ازش بعد بار بگیرم میشه خودش، یه آلفایی هم بگیرم که ازش بار بگیرم بعد حد بگیرم میشه خودش. این دومی رو بذارم همینجوری فارسیشم بنویسم. الان حتی از یه آلفا بار بگیری یعنی دقیقا چیکار کردی؟ یعنی داری میگی که مثلا این دوتا رو بخواهم مساویش رو بگم هر دو رو بی اثر بده بعد رو جی هم اثر بده. خب یه حته نگاه کن، حته بی جی هست اف جی ایکس که اینجا تبدیل میشه به اف جی آلفا حت، درسته؟ این اینوره، این هم که خودشه آلفا بیج. این در واقع همون چیزیست که از نچرالیتی به دست میاد. این هم همین الان تو محاسباتم میخوام این هم یادتون باش، چیزی مهمی نیست. اساسا داره میگه که آلفا نچرالی یا معادلنی که اینا برعکس یکیش برعکس میگه. خب این همون دوتا مپایی که یکی تبدیل میکنه به دیگر، خب تناظر. حالا الان روشنه که وقتی میخوام بگم که این متناظر به ایکس رو بگیر منظورم ایکس حته. x رو میگیری x حت میشه یه مپی از جنده A به اینجا. خب حالا x حتی که گرفتی اینم میشه کورنت من دامینه این دیاگرام که این بالاست که به ازای هر A و x به ازای هر پوینتی در کتگوری آف الیمنت اوبجکتی در واقع یونداشو میذاره اونجا و مپ های بینش هم همه مپ هایی که از A به B میره نیست ها، همه مپ هایی که الغا شده یوندای مپیست که از A و X میره به B و Y، X و Y اینجا مهمن یعنی یکی داره میره به اون یکی، همه اینا رو بگیر این کون هم بذار زیرش و بعد ادعای من که این میشه کلی. بیا ثابت کنیم که میشه کلی. اولین کاری که باید بکنم این که واقعا باید ثابت کنم این کون، درسته؟ هیچ دلیلی نداره که این کون باشه دیگه، شما یه چیز گشتیم بالا سر مپ کشیدی پایین، این کون باشه یعنی این همه اینا جابجا بشه، جابجا میشه یعنی الان این باید جابجا بشه از این یونیدای برم به یونیدای بی بیام پایین با مثلا بگو وای با وای هات، این اینی که با ایکس هات بی. این چرا جابجا میشه؟ این یه تیکه دیگه یونیداست که بهش گفتیم استرانگ یونیدا که دوباره باید یادآوری کنیم. برگردیم پایین. خب این لم یونیدای ما تا اینجا چی گفت به ما؟ گفت که آقا F A و یوندای A هوم یوندای A و F یک تناظراش هم گفت، مپ های بینش هم در تناظر با هم، مپ های بینش در تناظر با هم یعنی چی؟ یعنی اگر من اینجا دو تا یوندا داشته باشم یوندای A و یوندای B و بعد یه دونم مثلا دو تا مپ هم اینجوری داشته باشم به F مثلا X hat و Y hat داشته و این هم مثلا باشه یونیدای F، گفتیم که این جا به جا میشه اگر و تنها اگر که Y رو
f وای بشه x. درسته؟ این map یوندای f که داره این توی اوور کاتگوری اینو میبره به این که یعنی بعد این مثلث جا به جا بشه. این و این چیزی نمیگه جز این که f واقعا یه مپه که از a و x میره به b و y. درسته؟ یعنی نقطه ها در تناظر با این مپ ها اگه بین این دوتا مپ هم باشه در تناظر بین مپ های بین نقطه هاست مثلا در کتگوری ها ولیم. و طبیعتاً چیز هم هست اینو من نقطه ای نوشتم دوالش هم درسته، یعنی اینا رو میشه به جای نقطه مثلا با آلفا و بتا گذاشت از اون وری، اون وقت همین حکم بعد راجع به بتا بار و آلفا بار درست باشه. اینکه پریمیتیو شما نقطه است یا آلفا است اون دیگه با شماست، ولی اصلا این یه حرفن و این مپ با اون مپ پی اکیه. حالا برگردم سر درسم. این مثلث الان جا به جا میشه. از کجا اینو میدونم؟ از همین کمی الان گفت. این اف گفتم هر کی نیست. از این بالا آمده، بنابراین اف یعنی مپ بین کاتگوری المنت، یعنی وای رو میبره به ایکس، اف اف وای میشه ایکس. پس اینه که اینو داشته باشم. درسته؟ این مثلث چهار. بنابراین اصلا این x و y رو برای این لحاظ کردم و نوشتم و افاشو جوری که اینا رو حفظ کنه که این مثلث جابجا بشه دیگه، این کون واقعا باشه بی ساب نشه. و کون هست، کون بودنش برای این احتیاج برای همه این حرفا حواستون هست که یوندار احتیاج داریم و اونی که پیش گفتم استرانگ یوندار که در مورد این مورفا. حالا میخوام نشون بدم که این بهترین هم هست، یعنی این کونه بهترین کونه بود. خب بیا یه جی دیگه بگیر تو فرض کن که مثلا یه سری این جی کونه، یه کونی هم بالاش هست، مثلا این یالا رو اسمشو بذاریم آلفای، عرض کنم که مثلا بی و وای بالا میذارم، این نشرال ترانسفورم بشه دا اینا نیست دا این چیز هر آلفا یه نشرال ترانسفورم میشه، هر آلفا یه چیزی ولی در بی و وای نشرال اینا نیست، این بی و وای هندیسه فقط که میگه به هر نقطه بعد یه دونه وقتی کون میدی به هر کی بعد یه دونه بدی دیگه، به هر کدوم یه دونه دادیم و ولی هر آلفای به وای خودش نشرال ترانسفورم میشه بخاطر اینکه این کلش زندگی میکنه بین یوندا و جی و اینا که در صفر بتوانه سی اپوزیت. این یکی هم مثلا هست آلفای عرض کنم که ای و ایکس مثلا. خب این کون یعنی که اینا جابجا میشه. حالا من کارم اینه که بگم یک و تنها یک نشرال ترانسفورمیشن طبیعتاً که مپ بین از اف به جی هست به طوری که این مثلث ها رو فاکتور کنه، یعنی که بتا رو با ایکس حد که چیز کنی میشه این آلفا های مثلا برای هر ای و ایکسی و این هم یونیک. بیاد اول با تعریفش کنم بعد بگم اینا رو جابجا میکنه که یعنی وجود داره بعدم بگم یونیک. بریم ببینیم که چی بگیریمش. ببین معلوم باید یه بتا تعریف کنم که این نچرال باید باشه، یعنی مثلا بتا سی برای هر سی باید تعریف کنم که از اف سی باید بره به جی است. درسته یا نه؟ یعنی برای هر زدی اگر زد من توی اف سی باشه من باید بتای سی زد تعریف کنم که باید چیز باشه تو جی. خب بیا بریم از عقلمون استفاده کنیم ببینیم اینو چی بگیریم نچراله در کوتیشن. درست شد؟ ببین زد اگر توی اف سی باشه، اول نگاه کن چی توی جی سی هست که به زد و سی رفت داشته باشه. ببین من به جی داخل جی مپ بیاد من چیزی که دارم همین آلفا هست دیگه، من آلفای ارز کنم که سی و مثلا زد رو دارم، این شیطان رجیم از یوندای سی میاد به جی. برای اگر شما این رو رو سی اثر بدید درسته و بعد آیدنتیتی بگیرید، یعنی در واقع چیکار کنین، در واقع این مپ نقطه متناظرش رو بگیرید مثل تو جی اس دیگه، نقطه متناظر این هست آلفای سی و زد بار، این یه چیزی تو جی اس درسته.
منطقه دارم میگم دیگه نه. خب پس چرا اینو نگیریم، همینو بگیریم دیگه، کجا بیاریم چیز دیگه؟ من مپ های به جی وارد چرا دارم و اینم که میدونم و بنابراین دیگه کار نمیتونم بکنم. تعریف من پس از بتای سی زد خواهد بود آلفای اون یال آلفای سی زد رو بگیر، بار ازش بگیر، میشه یه نقطه ای بیزه هر زد توی اف سی این بتا. خب من تعریف کردم بتا مو، حالا کار من اینه که نشان بدم که این بتای من نچراله و این جا به جایی رم میکنه، اینجا شکم هیچ داره. اول نشون بدم که سعی کنم نشون بدم نچراله و ببینم چی احتیاج داریم بعد بلا، یا سعی کنیم نشون بدیم نچراله. اگه بخوام نشون بدم نگشتم، اگه بخوام نشون بدم که این نچراله باید چیکار کنم، باید بگم خل این بتاست به حسب سی. شما بیا پس از فرض کن مثلا یه مپی داریم از سی به دی رفته، مثلا این چی هست. بعد شما از اف سی تشریف تو بردی به جی سی، درسته؟ با کی؟ با بتای سی که من الان دیدیمش. همینو برای دی هم بنویس. و بعد اف هم که جهت برگردانده مثل جی، بنابراین این هم میشه اف جی، این هم میشه جی جی، درسته؟ من بگم اینجا به جا میشه. خب بیا ببین یعنی چی. این میگه اگر یک زدی شما اینجا بگیری ازش اف جی بگیری، بیا مثلا اف جیش هم اسمش بذار اف جی، زد رو هم اسمش بذار دبلیو برای اینکه مشکل بشه که ایندکس هم زیاد نشه. از زد میام اینجا میشه دبلیو اینتو. بعد میگه که بتای سی دبلیو رو بگیر، اینجا اومدیم اینجا الان رسیدیم این آخر. حالا از این ور بیایم، میگه این مساویه، یعنی این وری که رفتم مساویه بتای دی زده، بتای دی زده که ازش جیه جی بگیریم. این ادعا میکنه اگر این آنگاه این آنگاه اینو باید ثابت کنم برای نشاره. بعد نشون بدم که اگر اف جی زد شد دبلیو، اون وقت بتای سی دبلیو یعنی بتای سی اف جی زد میشه جی جی فلان. اگر یه طرف در واقع بتا داره جابجا میشه با اف، ولی چیز میشه دیگه، میاد بیرون میشه جی اون وقتی توه مثلا فلان. خب حالا اگه گفتی اینو چجوری ثابت کنیم، این یکم ریاپش ترسناکه، ولی فقط ریاپش ترسناکه. چرا فقط ریاپش ترسناکه؟ به خاطر اینکه اگه اینا رو بنویسم، همین تعریفامو بنویسم، بتای سی رو بذارم جاش تو این، شما میبینی که ای چی ساده ایه. ببین این چیه طبق تعریف، این هست اون یارو آلفا رو بگیر، فرض کنم که سی و دبلیوشو بگیر، بارم ازش بگیر، مساوی باید باشه با جیه جیه همین اون یکیش، درسته؟ یعنی آلفای دی و زد بار. این میگه که اگر اف جیه زد شد دبلیو، آنگاه این رو هم این تساوی رو هم باید داشته باشه بین بارها، درسته؟ بین این آرخو. خب الان به زبون آدم چی داره میگه؟ به زبون آدم میگه که ببین زد که رفته به دبلیو یعنی جی در واقع یه مپیست، درسته؟ که از مثلا دی و زد دی ببخش سی و دبلیو چون جهت برعکسه به توی کتگوری الیمنت به دی و زد، درسته؟ این اینه دیگه، این حرف یعنی این که من یه مپیست. این چی میگه؟ این جا به جا شدنه چی میگه به من؟ این جا به جا شدنه چی میگه به من؟ این جا به جا شدنه به زبون آدم بنویسیم، اینا با بار، این آلفا هایی که من دارم با چیزه مپ هست، اینجا مپ هست، من به جاش نقطه شده نویستم. خب بیان به جای نقطه نگاه کن، این چی میگه؟ میگه که جیه جیه یه نقطه ای میشه اون یکی نقطه، همین فرمت دیگه، نه جی جی حالا باید اف و اف نوشته، حالا جی جی یه نقطه بشه یه نقطه دیگه. این اینه که این مثلثه جابجا بشه برای حتاش، حتای این نقطه هایی که باره رو بگیری برمیگردی سر جا اولت،
و برای این حرفی هم که این داره میزنه اینه که این یارو یا ندای سی به آلفا و آلفای سی و مثلا دبلیو یا ندای دی اینجا هم یا ندای جی بخاطر اینکه این جی از اینجا اینو جا به جا میکنه اینو میشه اینجا گذاشت درسته؟ و عرض کنم که یکی چی بود؟ آلفای دی و زد و اینم جی این تیکه است اینجاست اینه این مثلث خب این مثلث جا به جا میشه خب آره که جا به جا میشه چون کونه ببین اولی تضمین اینه که این مپ یه مپی از یوندای سی به یوندای دی نیست بلکه یه مپی است که از نقطه ها اومده یعنی یه مپی واقعا توی کاتگوری توی دیاگرامه و بنابراین باید به احترام بذاره این کون بهش باز جا به جا میشه این چیز عجیب غریب نشایتی که نوشتیم در واقع همین حرف بدیهی است. پس این جا به جا رو اینو میده یک در نتیجه نچرال هم هست. از این من میخوام استفاده دیگه هم بکنم برای این فلان فلان را میده رو یادتون نگه دارید الان تا چند ثانیه. خیلی بتام نچراله حالا باید نشون بدم که بتام جا به جا میشه با اینا یعنی بتای من با ایکس حت من اگه ترکیب بشه این یارو آلفا رو میده اینو باید ثابت کنم اگر بتا رو با ایکس حت ترکیب کنم آلفا یه یارو درسته؟ اینم باید نشون بدم که بعد تازه خوب میشه تازه میشه که آفرین فکتور کردیم و بتا رو پیدا کردیم حالا یونیکنسش هم مثل است آخرین چیزی که باید حرف بزنیم در موردش هم یونیک نیستش. از کجا میدونیم این درسته؟ از اینجا میدونم این درسته که خب باید حسابش کنیم. بیا حسابش کنیم روی مثلا یه بی دلخواهی میشه بتای بی ایکس حت بی باید اثرش رو بدیم روی جی میشه آلفای ایو ایکس بیه یعنی بیومین عنصر مربوط به نشرال ترانسفورمیشن آف جی اینو بنویس همین الان بالاتر دیدیم که این تعریفش اصلا هست اف ای جی ایکس اف جی ایکس تعریف ایکس حتی بی جی تعریفش میذارم اینجا بعد از این بتا میگیدم اساس شوز دبلیو نه بس وای وای خوشگل تر بس وای این میگه که بتای بی وای بسته این که شد وای دیگه باید باشه آلفای بی جی ای و ایکس ولی دو دقیقه پیش هم دیدیم که این یارو آلفای بی جی رو میشه بر حسب فلان جی آلفا حت نوشت درسته که دو که اونیه که در واقع آلفا ها بالای جیه یعنی این اف جیه اینجا باید با جی بنویسم میشه که این میشه جیه جیه آلفای ای و ایکس حت حالا من بعد نشون بدم اگر این تصاویر رو داشتم آنگاه این مساوی جیه این دقیقه همی که این بالاست دیگه یکی که اگر اف جی یکی برده یکی اون وقت بتاهاشو جی جی جا به جا میکنه یعنی این باراشو این حتاشو جی جی جا به جا میکنه درسته؟ این بتای مربوطه است این یکی بتا در نتیجه فکتور هم میشه یونیک بودنش خیلی دیگه واضحه یونیک بودنش از این در میاد که آقا شما فرض کنید یه بتای دیگری داشتید مثلا بتا نه یه گامایی دارید که باید اینو فاکتور کنی یه گاما نچرال داره که این یارو رو فاکتور کنه فاکتور که میکنه یعنی این کارو میکنه دیگه خب این تعریف بتا به من فورس میشه از روی چرا خب بیا اول این در حالت کلی بیا مثلا روی یه چیزی اعمال کن مثلا این کاری که الان بالا کردیم اینا رو بی بنویس اینم جی بنویس درسته ببین چی به تو میگه این میگه که این یارو اثرش روی اف جی ایکس حتما هست آلفای بی جی ای ایکس این هرچی که هست یه چیز مستقلیه و اینا دیگه این آلفاست و خطش دادن و جاش و اینا بس به جی بلا می
اینجا هم کافی جی تو بذاری آیدنتیتی، اف آیدنتیتی میشه آیدنتیتی، میشه خود ایکس، یعنی میشه آلفای بی آیدی. حالا این ای در واقع چون ای و بی یکی هم دیگه، اون آیدی گذاشتم، این هم میشه ای و ایکس. این هیچی نیست جز هم آلفا بی حت، یعنی من مجبورم اینو این بگیرم، کار خاصی نکردم که این اینجوری شد. این تعریف دیگه، آلفا بی فلان اینو میشه دی، میشه آلفای اینم آلفای ای، میشه آلفای ای و ایکس حت. این کار دیگه نمیتونم بکنم، مجبورم. اگه میخوام یه چیزی بذارم که این جواب جواب شد، این تعریف. بالاخره ثابت شد که این فاکتور. خیلی ممنون. الان معلوم شد که واقعا هر افی، هر افی که به من بدی، همه جنرالایزد المنتاشو، همه اون یونیتهایی که بهش وارد میشه رو بذار، همین نقطه هایی که داره رو بذاری بالا سرش با اون دیاگرام بالا، این واقعا کلی میدش میشه خود این اف. عجیب هم نیست، به خاطر اینکه در مورد F که فانکتوره، هیچی شما بیشتر از اینکه یونده ها چیه که بهش میاد نمیدونیم. اصلا F رو اینجوری کاراکترایز میکنیم که میگیم که F قرار تمام دیتایی که در مورد F داریم اینه که از سیا چجوری بهش نگاه، از ایا چجوری بهش نگاه میکنیم، در واقع یونده ها ایا چجوری بهش نگاه میکنیم که این همون لمه یونده هاست. بنابراین تو این هیچ دیتایی نیست جز آنجوری که بهش نگاه میکنیم از تو سیمپل ها. خب عجیب نیست که همه این دیتا که بالاست کلی میتونم هم همین به دست میاد، بعدگی نباید بکنم. اگر حس خیلی چیزی ندارین، یه مثالی الان من خودم مثال بزنم از این که این قضیه به ما چی میگه در کیس های مختلف. مثلا این در واقع ست به توان سی اپوزیت دیگه، در واقع سی های مختلف من امتحان میکنم ببینم که از این چی یاد میگیرم. ولی اولین سی که من بذارم به شما سریع نشانه اینو میده که هاپ نپا باید همینطور باشه. اگر همین الان با جنرالایزد المنت راضی نشدی، من میخوام شما رو با element راضی کنم. خب بیاین فعلا فکر کنیم که این قضیه رو ثابت کردیم و قبول کردیم. اگر خیلی هم روشن نیست، پروف پیچیده ای داشت که به نظر من مسخره بازیه، ولی به هر حال شلوغ بود و آخر نفهمیدیم چی به چی و یه عالم حساب کتاب کردن اینا، ولی ایده رو نگرفتم. اگه حستون اینه که این ایده من نفهمیدم چی شد، شلوغ شد، من الان یک مثال میزنم این ایده روشن میشه با اون مثال که این هم به شکل فنسی این هم ساده باش. ولی فعلا بیاین وانمود کنیم که من خواهیم مثال بزنم، یعنی ست به توان سی اپوزیت هر عضوش کلیمیته به شکل قانونی با یک کاتگوری ایندکس با یک کون مشخصی، کلیمیته یه سری یونید هست. این یعنی چی؟ در کیس های مختلف و سی های مختلف میخوام آزمایشش کنم. مثال اول هم اینه که سی رو بذار کتگوری یک آبجکت و یه دونه مورف آیدنتیتی روش، یعنی کتگوری یک. درسته؟ این هم مثلا باشه استار، این هم آبجکت، این هم همه آیدی استار. خب بیا ببینیم که این چی میگه. میگه ست به توان سی اپوزیت، که حالا اپوزیت چه مهم نیست، در واقع ست به توان یک، هر عضو این در واقع کولیمیتیست از اون یونده ها، که یونده ها یه دونه است، چون یه دونه آبجکت بذاره، هر آبجکتی تو یه یونده داره دیگه، یه دونه هم یونده داره، پس میشه کولیمیتی های، حالا همینجوری بگیم حاصل چسباندن نسخه های مختلف این یونده است. خب این کاتگوری ست به توان یک اساسا هم کاتگوری ست، درسته؟ اشیایی که این تو هم فانکتورن از یک به ست که میشه آیدنتیفایش کرد این شی رو با همون اف استار دیگه، یه دونه آبجکت که اینجا بیشتر نیست، یه دونه مپ، هیچ دیتایی نیست جز همون اف اون، یعنی در واقع ست برداشتی میگی آقا استار بر به این ست، حالا بگی این ست رو من برداشتم یا استار رو بردم، مثل چه فرق میکنه؟ این اون آیدنتیفیکیشن بین ست توان یک و خود ست. یونید هم که یه دونه اینجا داریم، یونید های استار. یونید های استار چی چیه؟ یونید های استار مپی است از همون یک به ست که یونید های استار چی میخوای حساب کنی؟ یه دونه استار بیشتر نداری دیگه، اینو باید حساب کنی. یعنی اگر بذار اینجا بگم این یونید های استار یه موجود این بالاست، این متناظر چیه؟ باید بگم یونید، باید استار حسابش کنم متناظر اون این ست.
دارم قصه ست توانی یک هر چیزی کولی میته یه سریان دایستاری که اونگه داشتم یه دونه است رو تبدیل میکنم به قصه ساده تر این که خواهر ستی کولی میته چیه؟ اینه تو این چیه؟ این آیدنتیتی استار این مپ دیگه این نیست اینجا که با اسم آیدنتیتی اینا رو این مهمه بعدن یکم درمش حرف میزنیم ولی الان چون آب تو ایزومورفیزم اینا حرف میزنه انسان این در واقع سینگلتونه هیچی بیشتر از سینگلتون نیست درسته؟ این میگه که هر نسخه ضعیفترش اینه که هر ستی کولیمیت سه سینگلتون آره دیگه این ستو برداری این یالم سینگلتونه که ریختی رو هم چستوندی به هم ریختی رو هم چیز جمع و جزا گرفتی از هم چه میدونم ها؟ میتونی بگی یه سری سینگلتونه میتونی بگی یه سینگلتونه نسخه های مختلفش ولی برای سینگلتون اتم ست دیگه عجیب نیست اگر عمل ساختنتون کلی میده چسبوندن به همه ریختن رو همه خب اتم میتونم باید باشه یه دونه سینگلتون دیگه پنر اون قضیه رو دقیق تره این میگه که اگر یه کسی رو اینجا یه ستی گرفتی همه یه جنرالایزد المنت شو بگی که اینجا میشه خود المنت ها میگه بذار هر المنتش یه سینگلتون بذار حالا روشن دیگه ببین این میگه یه ایکس رو بذار اینم سینگلتون رو بذار همین سینگلتون آی دی استار رو به ازای هر ایکسی که توی ایکسه اون آی دی رو در بهتر میبرم به اون ایکس دیگه نه به ازای همه اعضای داخل ایکس اینا رو این بالا بذار این کلیمیتش رو میشه این این خیلی مسخره است دیگه تو یه ایکسی داری و میخوای اولا که حتما باید از توی از رو المنتاش بسازی پس از کجا میخوای بسازی ثانیا هم این که خب اینا که میریزی رو همون بعد المنتاش باشن دیگه بذار هر المنت یه دونه باید بذاری دیگه کاچی ها این نسخه فنسی ترش اینه که این سه تا وریبل هم باشن رو سی اون وقت این اونایی که بالا باید بذاری سینگلتون کافی نیست یونده ها رو باید بذاری یونده های سی رو ولی اینجا هنوز باید به ازای هر نقطه‌اش یه دونه باشه در واقع داره میگه که همونی که اتفاق میفته برای ست که هر چیزی را میشود از نقطه‌هاش ساخت یه جور اکستنشنالیتی مثلا اینم هم معرفه که هر فانکتوری که از ست سی به اپوزیت میره به ست را هم میشود از رو المنت‌هاش ساخت درسته؟ این چیز نیست این از ست ارث میرسه به اینجا هم اینطوری خب این بیم ازش حالا طبیعتا مثال تباهیده کار این دیگه یه مثال غیر تباهیده بزنم همچنین کم کم تباهیدگی میگم کم کنم هرگز هم خیلی کم نمیشه ولی حالا سیر همین بذار یعنی استارشو بمونه یه دونه آبجکت این بالا به جایی که فقط آیدنتیتی بذاری یه گروه بذاریم یه آبجکت ولی گروه بعد این ور من ست توانه مثلا این سی اپوزیت دارم که بازم مهم نیست چون این جی و جی اپوزیت اینات مهم نیست خیلی اینجا من یه دونه هنوز یه دونه یونیدا استار دارم بخاطر اینکه خب یه دونه وجود دارم یه دونه آبجکت دارم یه دونه برای این داره میگه هر کسی اینجا کولیمیت حاصل چسباندن نسخه مختلف از این یونیدا دست شما به زبان آدم ما میدونیم اینا یعنی چی درسته همونجور که اینجا ست توانی یک رو ترجمه کردم به زبون آدم اینجا خواهم این رو تبدیل کنم به زبون آدم اشیاء ست توان سی اپوزیت برای اینکه این جی گروهه این همون جی اکشن هن دیگه نه حالا راست و چپش بسته که به این که کدوم رو میگیرستی مهم نیم یه سه جی اکشن یعنی چی؟ یعنی یه ست ایکسیه با جی ضرب در ایکس به ایکس یه اکشن اینجوری که اون ویژگی های مربوطه شو داره که آیدنتیتی کار نمیکنه ترکیب میکنیم اونجا فانکتوری یونیدای استار میشه چی؟ یونیدای استار هم تبدیل میشه به اون ست مربوطه با اون اکشنش حساب کنین که بلدین اینو میشه یونیدای استار و استار که خود جیه جی به منزله دی اکشن یعنی جی رو بگیر یه ست اکشن جی رو جی هم هست که بزرگ بشه این اکشن تریویاله دیگه ده تریویال جی اکشن هم اکشن جی رو خودش ساده ترینش به تعبیر سینگلتون اینجاست این اکشن حالا این چیزی که داره میگه این میشه که هر جی اکشنی میشه کولیمیت حاصل چسبوندن این جی اکشنه
یه جور ریپرزنتیشن تئورم دیگه. قبلا همین رو دیدیم، درسته؟ قبلا اینو دیدیم که چطور هر اکشنی رو بنویسیم جمع یه سری همین جیه به عنوان اکشن به خودش تقسیم برای یک کوشنت. این جمع کنیم تقسیم کنیم کلی میته، درسته؟ اینجا الان شکل فنسیشو میگه، میگه که کل هر اینو یه دونه رو بگیریم بغیرش از چسبوندن یه کلی میته اینا میتونین به دست بیارین. چجوری ریپرزنتیشن تئوری رو بخواد اینو ریپرزنت میکنه دیگه، اینو از کلی میته اینا ریپرزنت میکنه. یعنی میتونین حتی واسط کنین تعریف همون جمع و تقسیم رو بنویسین دیگه. نه برای عجیب نیست که تا زمانی که امور مربوط به چسبوندن و ایناست و لوکالیتی، فهمیدن اکشن ها ریدیوس میشه به فهمیدن خود جی به منزله اکشن. نه اینو میشه باز تابون به داخل جی. همینو میشه در شکل جنرالش هم گفت که اگر سه تا توانستی اپوزیت حالا در واقع کلی میده یه سری یونیداست، یه تعبیری فهمیدن هر شی این دو هر سی اکشن اگر دوست دارین سی کاتگوری است، در واقع فهمیدن خود سیه، رفلکت میشه به داخل سی، فهمیدن سی است، فهمیدن حالا به یه معنی فهمیدن سی دیگه. نه که حالا دارم هم دارم میپیچونم. خب اینم از این بنابراین یکم نسخه یکم معنی دارتر از اون یک و ایناست، ولی میتونم مقایسه رو بکنیم که اون المنت و اینا هنوز اینجا معنی داره و المنت و ایناش که میشه گرفت و اینا، ولی اون یارو اتمه که اونجا سینگلتون بود، سینگلتون این و اون جی اکشن رو خودش هست. خب یه سی دیگه بذارم که جواب دوباره چیز خیلی غیرعادی نیست اما با نمک. این دفعه دلم میخواست سی رو بذارم این کاتگوری. دو تا آبجکت دارم این دفعه، کوتاه اومدم یه آبجکت کم، دو تا آبجکت دارم متمایز، مثلا استار و دگه، و دو تا مرتم جهتش هم مثل نادونا برعکس دارم این میسن، بخواهی که ست سی به توان اپوزیت هم موبری بشه که خوب بشه، مهم نیست چون واقعا دوال این یعنی اپوزیت این هم خودشه دیگه، میشه رجیبی. دو تا مپ متمایز دارم اف و جی، دو تا مپ هم چیز نیست دارم نه خطا از یه چیزی به چیزی، این کاتگوری ابستراکت فاینایت و اینهاست و آیدنتیتی هم که درجاشن ترکیب و اینام که روشن نمیشه، هیچ دیتای جز آیدنتیتی ها از این حرف نشد. اینم از کاتگوری سی. خب بیا ست به توان سی اپوزیت رو بگی، هر عضو اینجا ساخته از یونداها، یونداام که خدا رو شکر دوتان یوندای استار این دفعه و یوندای دگر چون دو تا آبجکت، میگه هر چی این دو تا ساخته شده. مرسی. ترجمه کنیم زبون آدم، هر کی ست به توان سی اپوزیت یعنی چی؟ یعنی یه فانکتوری از اپوزیت این به ست، که یعنی هر این دوتا رو میفرسته استار و دگر رو میفرسته به دوتا ست، اینا رو میفرسته دوتا مپ، دوتا ست، دوتا فانکشن برا. خب این به زبون آدم اینه دیگه، قبلا دیدیمش اینجوری میشه یه ست یه ست، جهت هم برعکس، اینم مثلا اس و تی دوتا فانکشن، یه کویور این دیگه نه، یه گراف چندگانه لحظ دار. این ای یالاست، وی رأساست، اس و تی هم سورس تارگت سر و ته یالو میده، درسته؟ مثلا شما یه همچه چیزی داری اینجوری اینجوری بعد میتونه چندگانگی هم داشته باشه. این ای این یالاست که الان اینجا چهار تاست و بعد اس و تی هم سر و ته میده، سه تا هم رسته. نه خب بنابراین من با کاتگوری گراف های جنگانه با کاتگوری کویورا سر کله میزنم. الان اگه این دو تا یونه دارم مشخص کنم که اینا متناظر با کدوم کویوران، اون وقت حرف میشه که هر کویور رو میشه بعد از کلیمیت یا چسباندن نسخه های مختلف از این دو تا. بیاین این دو تا حساب کنیم. یوندای استار رو اگه بخوام حساب کنم که گراف چیه، خب اثر بدم روی این سیه که ای و وی و استوتیش به دست بیاد معلوم میشه دیگه. خب میشه یوندای استار استار، یوندای استار ارز کنم دگر، جهت ها میبری میشن این تا دیگه نمیدیستم اینا بخواه دلائل واضح. مپ از استار به استار چی داریم اینجا؟ یه دونه بیشتر نیست، آیدنتیتی استار دوباره
این یکی اما هست مپ از زگر به استاد که دوت به نامتماید این هم دوت. عجیب نیست که حساب کنین که من الان دارم نمی کنم اینه که یکیشون این تک عضو رو میفرسته به F یکی تک عضو رو میفرسته به G. حالا این دوباره اسمشون آیدنتیتی و F و G و اینا هست، ولی اگر آب توید و مورفیزم و اینا فقط شکلش رو بخوای ببینی که گرافش تشخیص بدی چی میشه؟ گرافش میشه یه یال من دارم که جهت داره، سر و تهش هم F و G، یعنی دو سر و ته متمایزم دوتا نقطه، یعنی یا ندای استار متناظر با این گرافه، یه یال با سر و ته متمایز، یه دونه یال که گردکی نیست، یال سا میتونی احتمال حدس بزنی که یونیدای دگر چیه. یونیدای دگر رو اگر حساب کنی میشه یونیدای دگر استار، یونیدای دگر دگر و بعد دو تا مپ اینجا داریم که باز دوباره من نمیگم یونیدای دگر استار، یعنی مپ هایی که از استار میره به دگر، هیچی نمیره خداش. این توهیه. این یکی هم که همون یه دونه بیشتر دگر به دگر که نمیره آیدنتیتی. این دو تا مپ هم که اصلا مهم نیست. این چه گرافیه؟ گراف که هیچ چیال نداره، یه دونه هم نود داره، ویش یه دونه است دیگه، این میشه خود نقطه، هیچ چیال نداره یه دونه هم. درسته؟ حالا ببین چی میگه. میگه هر کویور رو، هر این گراف چنگانه رو در واقع چسباندن نقطه ها و یالا میشه به دست آورد. درسته؟ آره دیگه، پس این چیز واضحه. من گراف این شکلی بنویسم که اینا چسباندن این سه تا نقطه و بعد این یالا به این شکلی که میبینید هست، واضحه که الیمنت های اتم ها اینا. نقش سینگلتون رو اینجا این دوتا بازی میکنه. اینا هنوز سینگلتون هست. سینگلتون های ست اگر واقعا سینگلتونه، سینگلتون های جی اکشن اگر جی هست، سینگلتون های عرض کنم که گراف ها این دوتا هست، دوتا اتم های که باش و چسبوندن هر چیزی رو میشه درست کرد. ببین که یه ماشینیه که چیزه، همه چیزایی که ما شهود داریم از چسبوندن اینا رو چیز میکنه، خوب کار میکنه باشه. و اما مثال آخری که میخوام بزنم از این قضیه که ثابت کردیم، یک مثالیست که اینم با مزده است. این دفعه سی رو بشه خیلی آبجکت میخوام بزنم. به ازای هر عدد طبیعی 0 1 2 اینا هر کدوم یه آبجکت، همه عدد طبیعی رو بکن آبجکت. اما مپا چیه؟ مپا اینجوریه که اگر شما یه n داشتی، مپ اولا فقط از n به n، بنابراین بین هیچ دو تای مپ نیست، از n به n. و مپا چیه؟ تابه‌های یک بایجکشن، یک بایک پوشایی است از 0 و 1 تا n منهای 1 روی خودش، بایجکشن‌های این به خودش. از کاتگوری آبجکتاش از 0 1 2 3، هر کدوم از این اینا نماینده 0 تا n منهای 1 فرق. خب و مپ هم هست بایجکشن ها، نه همه مپ ها، نه بین هر کسی، از n به n و فقط هم بایجکشن ها. میتونی بگی از هر کسی به هر کسی فقط بایجکشن ها، که خب مجبور میشه از n به n فقط بایجکشن ها، ولی فقط بایجکشن ها. این گروپ های دم هست دیگه، واضحه که جمع بایجکشن ها برعکس هم دارن. اساسا چیز عجیبی نیست چسبوندن اینفینیت تا گروه به هم، چون اینا که همیش ربطی ندارن، هر کدوم از این اینا گروهی که روش همه جایگشت هست دیگه، یعنی انگار اس این رو روی یه آبجکت که حالا اندیس این هم بهش دادیم، این اس این منهای یک رو این منهای یک الا ماشالله از طرف این، همه اینا چسبوندیم به هم. نه؟ گاهی به همین دلیل که همه این جایگشت های مختلفه رو این رو با اس نشون میدن، کاتگوری سی من دور اپوزیتی ناش هم مهم نیست، اکشن چپ و راست و اینا میشه. عرض کنم که خب بیاین دوباره ست به توان سی اپوزیت رو بگیریم و عرض کنم که همه یونیدا اینجا، یونیدا هم زیاد، همه یونیدا اینا رو بگیریم و بعد هر عضوی فلان چی میشه. خب اول این ساده تره رو بگم که این یونیدا اینا روشنه چیه دیگه. هر یونیدا اینی همه جا، چون هیچ مپی بین هیچ کس با هیچ کس نیست، اگر بخوام بنویسمش ترجمه به فارسی طوری و اینا، هر یونیدای اینی اساساً هیچی نیست جز این که یه فانکتوریست که به همه اعداد توهی نسبت میده جز به این، روی این هم خود این گروپه رو نسبت میده، همین
SN رو نسبت بده با اکشن معمول SN رو SN. درسته؟ شاید این اول باید میگفتم که این کتگوریمه که چسبندن همه اینا به همه به طرز مجزا. عجیب نیست که هر کسی رو سفت توان سی آپوزیت تو وقت چیه؟ همون سفت توان جی هاست منطقه باید جی های مختلف که چیدین کناره هم، یعنی یه دنبال است. هر عضو اینجا به زبان میبگم هر عضو اینجا در واقع دنباله ایه از ایکس اینا برای هر اینی یه ستی گذاشتی همون جای همونی که در واقع این تک آبجکت میره بهش و بعد خب این اکشن هم اونجا باید اثر کنه دیگه، به اضافه یه اکشنی از اس این، یعنی هر ایکس اینی در واقع اس این اکشن. خب این کاتگوری یه سری اس این اکشن برای اینا مختلف چی دیدن بقیل. حالا یا ندای اینا کدوم این ایکس اینا میشن؟ خب برای همه اینا توهی رو میده، برای اونم همون کانونیه رو میده دیگه، مثل همون جی اکشن خود جی رو. برای من یا ندای این اس اینه، بقیه جا هم توهیه، اینجا هم اکشنش اکشن معمول ترکیب ضرب همون اس این تو گروه هسته. هیچ عجیب همونه نسخه وید منی آبجکت اون بالایی هست که جی هم توش کتگوری جایگشت دیگه هم مشخصه چی. خب حالا ببینیم میشه اینو فهمید که تا اینجا بنظرم من مسخره کردم خودم، قبول دارین؟ یعنی این چه مثالیه؟ همونو باشه اینو چند تا آبجکت اصلا به اینا مپ نیست. خب همونه به تازه استن هم کردی به جی رو گفتیم به طور کلی داشتی بی نمک. چرا باید این احتیاج داریم؟ اولا جلوتر من یه بازی میخوام با این بکنم، یک دو اینکه نه این یک بهانه ای که یه چیزی رو ببینیم و بعدم این کاتگوری اون سه تا سی اپوزیت اینا حتی پلام نیست، مهمه بیاین ببینیم که اینا که این توان چه تعبیری ما ازش میتونیم داشته باشیم و بعد بگیم که هر کدوم اونا ساخته شده از همین دور. اونی سگه بگم هر یونت های این در واقع همون چیزه پرمیوتیشن ها سالا با اکشن خودش رو خودش درسته گروه پرمیوتیشن گروه جایگشت هست. بگم هر آبجکت در واقع از گروه جایگشت هست ساخته میشه. هر آبجکت اینجا بریم ببینیم هر آبجکت اینجا یعنی چی. ببین این چی داره به ما میگه؟ این میگه که ببین توی هر عددی به هر عددی فعلا یه مجموعه نسبت میدیم و بعد به ازای هر بایجکشن هم یه مپی که اونو تغییر. خب این چی داره به ما میگه؟ این داره به ما میگه که ما با یک این لفظ تکنیکال هم هست ولی معنی فلسفی هم میتونم استفاده کنم اینجا که یه با یک گونه ترکیبیاتی با یک کامبینیتوریال اسپیشیز طرف. گونه ترکیبیاتی چیه؟ ببین شما فرض کن ساختمان ترکیبیاتی داری. ساختمان ترکیبیاتی یه چیزی من نمیدونم چیه، در ذهن تو یه جور ساختمان ترکیبیاتی داشته باشی که به عنوان ورودی ست بیس رو میگیره و بعد همه اونایی که اون ست بیسن رو استفاده میکنه جمع میکنه اینجا مطالعه میکنه. مثلا مثال بزنم، مثلا پرمیوتیشن، مثلا پرمیوتیشن چیز، مثلا پارتیشن. خب پارتیشن چیه؟ عمل پارتیشن ها یه چیز را بگیریم و از ترکیبیات کارش اینه دیگه که مثلا ساختمان ترکیباتی مختلف و روی ستای مختلف برای اینای مختلف مثلا با سایز متناهی طبیعتا میسازه، بعد هم مطالعه میشینه میکنه که این چند تاستونه در چه ساختمان داره اینا. نه مثلا میکنن این کار دیگه، پارتیشن ها رو مطالعه میکنن. این مجموعه یه مجموعه n عضوی میگیریم، a یک n عضو داره مثلا، درسته؟ و بعد چون فاینایت رو چیز میکنیم برای همه n ها یه دونه مثلا a n عضوی میگیرن، بعد همه پارتیشن های روی این a رو جمع میکنم یه جا، اینجا همه افراز ها. خب مثلا یا دوست نداشتین تیریا یه A رو میگیرم همه درختایی که روی این A متناهی میشه درست کرد. پرمیوتیشن ها همه پرمیوتیشن ها همه جایگشت های اعضای A رو سالم کن. چه میدونم همه مثلا گراف ها یه روی A. ساختمان ترکیبیاتی اینه دیگه که گراف متعلق کن، پارتیشن متعلق کن، فلان متعلق کن. خب این یه بیسی اصول هم میخواد، بیس رو بهش میدی این همه یه مصادیق رو جمع میکنه توی ست. بیس هم فاینایت. یک دو این
که وقتی ساختمان ترکیبیاتی رو که مطالعه میکنی میشه اون وقت گفت که مثلا این میشه گفت پی ای همه آنهایی که از تایپ پی ان رو جمع کرده دیگه، های پارتیشن ها رو، همه اونایی که از تایپ تی ان، همه اونایی که از تایپ مثلا یکی چی بود پرمیدیشنن مثلا الاماشن. خب این یک. دو، این که یه نکته ظریفی هم هست، اینی که ساختمان های ترکیبیاتی برعکس ساختمانی که مثلا در نظر اعداد یا نظر چی، این حساس به اسم اعضا نیست. درسته؟ یعنی من اگر یه مجموعه سوزی بدم همه افرازهای روی این رو بگیرم، این البته که فهم میکنه به همه افرازهای روی مجموعه سوزی دیگه، چون افرازها به اساس اسم اینا نوشته میشه، ولی اصلا ایزومورف دیگه و ما آب توی ایزومورفیزم برامون مهمه مطالعه میکنیم و اینا. اسم موجوداتی که باش کار میکنیم در کامبینیتوریکس مهم نیست دیگه، مهم این آرایششونه. درسته؟ آرایششون به عنوان درخت، به عنوان پرمیوتیشن، به عنوان افراز، به عنوان گراف، الا ماشاءالله. درسته؟ در نتیجه باید آب تو بایجکشن هم یه چیزی تعریف کنیم. وقتی میگم آب تو بایجکشن تعریف کنیم، اون وقت برای همه فاینایت هم باید تعریف کنیم، برای هر اینی برای یه دونه انوزوی تعریف کنیم، بس دیگه. درسته؟ فقط باید بگیم که برای هر جا به جا کردن این NOS، هر پرمیتیشن این NOS باید چیکار کنیم. بجای که همه یه فاینایت ها رو برداریم بیاریم، میشه فقط برای هر N یه دونش رو گرفت، ولی بایجکشن ها مهمه، بگیم آپتون بایجکشن های از اون به اون چیکار کنیم. این یعنی همینی که همین الان من گفتم دیگه، هر فانکتور F از C، حالا C اپوزیت مهم نیست، به ست رو اینجور تعبیر کنید که این F N رو میگیره و بعد همه این تو چی میذاره؟ همه F ساختارهای، همه F استراکچرهای روی یک N عضوی که حالا N عضوی مشخصی هم هست، N عضوی در واقع اون صفت های نیمه هایی. و بعد این که این فانکتوره، یعنی به هر بایجکشنی هم اون وایچین داره میگه که هر بایجکشنی هم یک چیزی روی ساختارها القا میکنه که همونی که باید دیگه، مثلا من چون همه افرازهای روی دو عضو نوشته باشم، دو عضوشو برعکس کنم، هم همه افرازهای روی دو عضو مثلا چه میدونم همه افرازهای روی A و B رو اگر شما نوشته باشیم، مثلا این ست A و B با همه افرازهای ست C و D یکیه، البته که تبدیل احتیاج داره، مثلا این میشه چه میدونم مثلا یکی از این افراز، این افرازهای مربوط به این ست چیه؟ میشه همه افرازهای چیز، مثلا هر افراز رو بگو من با یه دوتایی، مثلا افراز که روزن دوتایی نیست، افراز اولا که فرض بگم تو افراز هم هیچ کس توهی نیست چون دیمنیه، مثلا اون وقت افراز هم اینجوری که یا کل اینو گرفتم مثلا A و B، یا افراز کردم به مثلا A و B. درسته؟ و همین دیگه، مثلا فرض کنم توهی ها رو ننویسم دیگه، کسی دیگه که نمیدونه، همین دیگه، دو جور میشه اینو شکن به کل و هیچی رو که هیچی رو قرار شد ننویسیم و دوتا اون برم همین رو میشه نوشت برای این سی و دی، کل و این دوتا. درسته؟ خب حرف من اینه که اینا یه حرفه، منتها خب اگر من یه ایزومورفیزم اینجا داشته باشم که مثلا A ببره به C، B ببره به D، خب این یه دونه اینجا القا میکنه به این افرازا دیگه. این فانکتور بودنه، یعنی اون ساختمانا رو با این که بر اساس لیبل دارم مینویسم، چون چجوری بنویسم بعد A و B داشته باشم اینا بتونم بنویسم دیگه، ولی واقعا دارم آپ تو چیز مطالعه میکنم. برای میشه گفت که ما الان هر فانکتوری که بالا نوشتم حقیقتا یک گونه ترکیبیاتی است، کامبینیتورال اسپیشیز، که شهودن تعبیرش اینه که همه ای اف استراکچرهای روی انوز رو اینجا جمع کردم و بعدم میگم که اون چجوری ایندوس میشه یک از یه بایجکشن یک به یک گوشه روی ساختار. اینم میگم. و چه میدونم مثلا پرمیوتیشن ها نمونه خاصه اینه، مثلا بعد اینی پرمیوتیشن ها روی انوز رو دارم مینویسم، بعدم یا افراز های مثلا پارتیشن ها میسن پارتیشن های روی نوز، ولی میگم به اضافه این چون فانکتوره باید بگم اگه بایجکشن داشتم هم چجوری روی افراز ها اثر میکنیم، بایجکشن روی تیری ها اثر میکنیم، روی گراف ها اثر میکنیم، الا ماشالله.
در نتیجه اشیاء این تو رو میشه بهشون که موجودات ترکیبیاتی. ترکیبیاتی بودنشون هم اینی که سی چون فاینایته و ترکیبات متناهی است. این اساسا فقط برای مثال نیست، یک تئوری هست به نام تئوری کامبینیتورال اسپیشیز که آندره جویال تعریف کرده و چیز دیزاین کرده بیسیکس رو اینا و پیشرفتای اینا هم داشت و چیز با نمکی برای اینکه ساختمان ترکیبیاتی بدیم به موجوداتی که ساختمان کاتگوریک بدیم به موجوداتی که در ترکیبیات هستن و اینا و خوشمزه است چیزایی که میشه توش گفت و بررسی کرد و اینا با نمک و یه چیزیه مثلا یه شهودی با آدم میده که دقیقا دارم چیکار میکنیم. یه نمونهشو من بعدا در موردش صحبت خواهم کرد اخیرا ان شاءالله مثلا جلسه بعد، ولی فعلا الان از این قضیه که تا الان دیدیم چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که این یونده‌ها بودن پرمیوتیشن گروپ های مختلف. اینم قرار شد باشه کاتگوری همه موجود ساخت مثلا گونه های ترکیبی ها. این داره میگه هر گونه ترکیبی، هر موجود ترکیبیاتی که شما دوست دارین مثل این افراز رو بمیدوشن کفت زهر ما که بگیرین، هر کدومشی که بگیرین این از چسباندن پرمیوتیشن گروپ ها ساخته میشه، از جایگشت ساخته میشه. جایگشت ها همون سینگلتون ها همون اتم های ترکیبی ها اگه بسته باشید. و این شاید توضیح بده که چرا ما از هر طرفی که میریم سرکله جایگشت پیدا میشه در ترکیبیات، هی جایگشت پیدا میشه، یا مثلا اثر خودش اگه نیست اثر عددیشو میبینیم n فاکتوریال هی همه جا سرکلش پیدا میشه. یه نمونه‌اش هم بعد تخواهیم دید. این شاید یه ذره اینو توضیح بده که آ اینا اتمن، شما هر چیزی را که بعد شکافتن و اینا بخوایم مطالعه کنیم ریدیوس میشه به مطالعه کردن پرمیوتیشن. عجیب نیست پرمیوتیشن، نه به خاطر اینکه پرمیوتیشن، نه به خاطر اینکه جایگشت یکی از به دلایل عجیبی یکی از چیزهای خیلی مهمه ترکیبیات، مثلا انگار که مثل درخت مثل چی اگه همه چی ریدیوس میشد به اون، نه علتش اینه که ما هر اینا یونیدا از کجا میان؟ از مپ های بین آبجکت های من تو اون کاتگوری زمینه سی میان. در واقع همه اینا ریدیوس میشه که جایگشت برای این مهمه به خاطر اینکه جایگشت کپچر میکنه روش های مختلف ایدنتیکال بودن یه مجموعه انوزی با خودش. و این روش های مختلف رو ما باید چیز کنیم، احترام بهش بذاریم دیگه، به خاطر اینکه ما میخواییم up to اسم حرف بزنیم موجود ترکیبیاتمون up to اسم. یعنی بنابراین نتیجه اینه که اینا سرکرش از ایدنتیتی پیدا میشه، ایدنتیتی من هم ترکیبیات انتخاب کرده، گفته که آقا ما کار نداشته باشیم به اسم هرشی. درست؟ نتیجه میشه که وقتی شما کار نداریم به اسم اشیا مجبور میشین که اکویوالنستون رو بگیرین این، و وقتی اکویوالنستون رو گرفتین این که طبیعیه، خب اینا بعد از سطح آیدنتیتی به کمک یونیدا سرکلشون بعد ساختار پیدا میشه و بعد اتمای هر ساختمان ترکیبیاتی تبدیل میشن. یعنی جایگشت مهمه در ترکیبیات به خاطر اینکه آب تو بایجکشن ترکیبیات حرف میزنه و بعد اتمش هم خواهد. اینو میشه کم جنرال تر اینا هم گفت. اگه شما یه ستینگی دارین که با یه آیدنتیتی مثل همین بایجکشن ها اینجا که آبتون آیدنتیتی حرف میزنین، به طرز قریبی آیدنتیتی ها با یونیدا تبدیل میشن به آبجکت های مهمتون و هر چیزی از اون آیدنتیتی ها ساخته میشه. یعنی هر ساختمان مثلا ترکیبی تو هر ساختمان جبری هر ساختمان فلانی اگر آب توی آیدنتیتی داره در نظر گرفته میشه، اتماش اون ساختمان های یونیدایی هم که از آیدنتیتی میاد. این قضیه که بعضی وقتش میگن که یونیدا، همین که هر کسی کلومیت یونیدا ها، در واقع داره میگه که یونیدا ها، حالا در کسی که مثلا اون زیری گروپ هایده من فقط در حد اکویوالنس حرف میزنم، آیدنتیتیه که حاکمه. شما اول میگه آیدنتیتی چیه، بعد هر موجودی که میخوام بسازین اساسا ساخته شده از آیدنتیتی هایی که خودتون دادین روی اشیاء مختلف. این شاید توضیح بده که این اول بسم الله که ما اینجا داشتیم، این رو من گفتم که آقا این وقتی که با ست بتوانی یک کار میکنیم این یه آیدنتیتی هست، بله مرسی، ولی سینگلتون مهمه، یکم بیشتره. این داره میگه که هر چیزی رو میشه سینگلتون ساخت، ولی اون سینگلتون هم در واقع آیدنتیتیه،
هر چیزی رو از اون یه دونه آیدنتیتی میشه ساخت. اون سینگلتن هم اسم داره. و چرا سینگلتن؟ بخاطر اینکه یه جور نقطه با خودش مساویه. توی این گروه، توی این بغلی، جورهای مختلف اندازه کل جی با خودش مساویه و به خاطر این اتم جی اکشنه. اینجا هم در واقع خود جی همه همه آیدنتیتی های ممکنه. شما به من بگو آیدنتیتی چیه و این میشه اتم ساختن همه موجوداتی که آب تو اون آیدنتیتی میخواد در بارش حرف بزن. خیلی خوب، این از این. برم اینجا ببینم که همه معاملاتی که میخواستم بگم تا این تیکر رو گفتم، که بعد بریم یه سر بعد برگردیم و یک چیزای دیگری هم عرض کنم که بگم. خیلی، این رو قطع کنم و الان 13:44 بریم. عرض کنم که مثلا 10 دقیقه دیگه برگردیم که یک نفسی هم بکشیم و بعد از این من میخوام در باید حرف بزنم که نه تنها هر چیزی رو میشه از روی یونده ها ساخت، بلکه هر چیزی رو میشه فریلی از روی یونده ها ساخت. حالا این اگر مشاهدش کرد با چکا که با گیره کرد بشدیم دست این را.